سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه امروز مهمونمون دوباره صدف است سلام کارون و فرهاد و فرزاد و همه فول هاوس اینجان سلام 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 جونم براتون بگی که ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود دیگه از رشته اپیزود های صدف حالی در در شروع, شروع کردی توی دو تا اپیزود صدف در مورد در مورد... هم کازین بچه هست آلو. صدف اگه که نمیدونید الان کارون یه دونه بایوگرافی در موردش میگه بوتا نه گفتیم دیگه گفتیم. زیاد گفت... نه شاید مرد. کسی شاید گفتیم کازین آره. آره. روان درمانگر یس yes, یادم بود رژیستر روان درمانگر ثبت در... شده در سبت روان درمانگر ثبت شده در تو ونکوور مشغول به کار هستم و کلی هم بعد فرزاد به ما تاکید کرد که شما رو که خطاب میکنیم زمیر اول شخص به کار یعنی بگی من اون دوم شخص هم که تو دنبالشی اونی که دنبالشی بی... آره. <خرج> از این وقت بگیم من <laughs> من انگلیسی گفتم ولی فرست پرسن فرست پرسن باز من انگلیسی من گیت شد حالا مهم نیست نظرشی <shapes> <تصفح> بود که شما نگیم ما چون خیلی معدبیم <تصفح> و زند <بدا دراستیت. تصفح> <جد را دوریم. سفح> شما هم بیشتر از ماه ما شما که نمیدونیم اینو البته فرضا تاکید کرد که دوم شخص بگیم ما هم تلاش شما چجوری من شوخی دارم بریم سر اپیزود دوباره ریش و قچی بدیم دست خودشون و کامنت خوندیم از آخه مثبت هستن کامنت ها و همه خیلی خوشحال بودن نسبت به این اپیزود من چیزی که دیدم این بود که خیلی احتمالا احتمالا که نسبت هستن نیاز این اپیزود ها احساس می شاید کسی به زبون نمی آورده یا نمیدونسته که به هم چیزی نیاز داره ولی بعدش که کامنت ها رو می واضح و مبرهم بود که همه نیاز داشتن به خصوص خودمون من احساس میکنم مم. ما خودمون یه جورایی توی همین ثرپی سشن ها هستیم و اکسایتدیم میایم مثلا شرکت میکنیم بیشتر داره به خودمون کمک میکنه من به بچه ها گفتم من بابام از صدف کت میکنن دیگه تو خونه <applause> الان مثلا مشکلی پیش میاد میگن که آره ببین مثلا اعتیاد فقط مشروب و مواد مخدر نیست شاپینگ و خرید هم میتونه زیاد باشه و با به نگاهی کردن آره دیگه خانواده ایرانی هم همشه اون بخشی که به نفع خودشون رو مصادره به ما. آخه ببین این من وقت نه منطقی نیست خب خیلی چیزای دیگه خودم. هم مثلا صدف ممکنه بگه که آره که میشه اونطوری اون مثلا پشت صحنه امروز حرفای خیلی خوبی میزد آره ولی اونا رو مثلا سلکتیو خیلی خان ایرانی آره نمیشه. اونا رو بگی مثلا خانواده ایرانی چرا اونها تکرار نمیکنه حرفی که خلاصه من خواستم که از طرف همه از شما فعلا تشکر بکنم دوباره آخر اپیزودم باز ازتون تشکر میکنم آه. آره ولی آره جدا از شوخی دقیقا همینی که ایمان گفت خیلی مباحثی رو راجع بهش صحبت میکنی که همه بهش نیاز دارن بعد اون حالتی که برای ما موقع ضبط هفته پیش پیش اومده بود که شما که داشتید شما تو که داشتی شما رو میگفتی میگفتی توی بچگی یه حسی داشتید یه قمی وارد شده و اون قم رو مجبور بودی تنهایی بکشید و ادامه بدید همه ما اون موقع داشتیم به این موضوع فکر میکردیم من تو کامنت ها هم دیدم مورد مشابه پیش اومده بود یعنی <متحن> آدم هم که گوش میدادن دقیقا شما میشنوید یه من نویزی پس نه. گوشی منه فقط <تصفح> دیگه وقتش که این در آره اینو مورد مشابه بود کسایی هم که گوش میدادن دقیقا توی همین شرایط بودن و خب چون موضوعیه که همه میتونیم باهاش همزاد پنداری کنیم همه ما بچگی داشتیم همه ما تو بچگی دردهایی ممکنه داشته باشیم که بهش رسیدگی نشده و همه ما صد درصد الان دچار مشکلات روحی روانی هستیم که یا بهش آگاهیم یا توی ناخودآگاه همون داره روی زندگیمون تاثیر میذاره به همه این دلایل که خیلی مفیده و به همه کمک میکنه مرسی دیگه چیکار کنیم دیگه اول بگیم دیگه چی بگیم دیگه من چی دیگه چیز ندارم بگم بفرماید ما ریش قیچو میدیم دست شما و شما هر جوری که دوست دارین اپیزود جلو مرسی خیلی ممنونم از شما چهار نفر که اصلا من رو اینجا دارین اگر که شما ها این اوپن مایندنس رو نداشتیم با شروع شده <applause> این open اوپن باز خیلی استفاده میشه تو ایران زهن نیاز. باز و این ویلکومینگ نبودین خب حتما منم اینجا نبودم سو so, از, از شما شروع میشه که این اجازه رو به من دادین خیلی ممنون و از همه هم که باز دوباره تشکر میکنم که نظرشون رو میگن و اینی که گفتی یکی از نیازهای همه انسان ها هستش که دیده بشن شنیده بشن و درک بشن سو so وقتی که یه چیزی رو مطرح میکنی که این تجربه رو بهت میده که او oh God, این آدمه داره میفهمه من چی میگم این داره منو درد منو میبینه <applause> به خاطر این ناخودآگاه یه آرامشی توی وجودت میاد um, و لزوما مربوط به موضوعی که من مربوط به مثلا چیزی که من دارم میگم از من نیستش مربوط به اون تأثیریه که توی وجود افراد داره البته که ها خیلی تاکید میکنن روی لحن صحبت و صدات که میگفت آرامش بخشه <applause> ما <quintil. تصفيق> ها که حرف میزنیم فکر کنم اضطراب منتقل میکنیم ولی تو که حرف میزنی یه نکته دیگه هم که هست چیزه آدما این حس رو هممون این حس رو پیدا میکنیم که تنها نیستیم یعنی اگه ما داریم با یه مشکل روحی روانی الان دست و پنجه نرم میکنیم خیلی دیگه هم این موضوع رو دارند اون حس تنهایی به نظر من بدترین حسیه که آدم میتونه تجربه کنه م. توی حالا هر موضوعی همین که بدونیم چهار نفر دیگه مثل ما هم دارن شرط مشابهی رو تجربه میکنن و اینکه آدمایی بودن قبلا تجربه کردن و هیل شدن درمان شدن این خیلی میتونه کمک کنه چون ذاتا حالا انسان ها نیاز دارن که توی یه کامیونیتی باشن توی یه اجتماعی باشن <تصفيق> <تصفيق> و توی اجتماع آدم مشکل روحی روانی دار بودن خودش لذت بخشه و همه ما ها ایرانی ها الان اون وضعیتی دقیقا همینطور که میگی چون که این احساس هم, هم همزاد پنداری که میگی که من تنها چون وقتی که توی اون درده هستی این درده اینقدر دردناکه که اصلا بیرون از اون رو نمیبینی واقعا متوجه نیستی که اوکی یکی دیگه هم مثل این هستش فکر میکنی که من تنها هم درد من بدترینه من از حتی کلمه های نامهربونونه نسبت به خودم مثلا. من چه بدبختم من چه بیچارم اصلا یو you know, قضاوت، بدترین قضاوتها رو داریم و اونطوری واقعا اون حقیقتیه که اون لحظه داری تجربهش میکنی. ولی همین که میشنوی واقعا کمک میکنه که متوجه باشی که نه. من تنها نیستم. و در مورد صدا، امروز در مورد بدن و نرویس سیستم، سیستم عصبی میخوام صحبت بکنم. بارد. که تراما چطور تاثیر میذاری روی سیستم عصبی ما. ما وقتی که... یکی از بزرگترین تاثیرهای تراما اینه که ما رو از خودمون از بدنمون دور میکنه به خاطر همینه که وقتی من خودم قبل از اینکه که سالها پیش یعنی خیلی دورم نیست همین پنج شیش سال پیش از،, از, صدای خودم خوشم نمیومد. فکر میکردم که صدای خیلی بدی دارم یا مثلا اگه که تصویر ویدیو بود از من خوشم نمیومد که به خودم نگاه کنم یا حتی دردناکتر از اون این بود که توی آینه به خودم نمیتونستم نگاه بکنم پس بقیه هم اینجوری هم حالا نمیدونم شاید این مرتبطه که احتمال خیلی زیاد هست ولی من واقعا یکی از سختترین کارهایی که میکردم ادیت کردن پادکست بود چون باید مثلا اول که ضبطش میکردیم و درمی بعد مطلب رو در آوردیم بعد تو با خود با خودت صحبت میکنی بعد ضبطش میکنی دوره صدا خودت رو میشنوی بعد میخوای ادیت کنی دیگه میخواستم اینو بذارم تو سر خودم مثلا آره این مشکل صدا رو همه ماها وحشتناک داشتی مشکل آینه رو من هنوزم تا حد زیادی دارم پس بقیه هم اینجوری هست دقیقا این خیلی،, خیلی هم تجربه دردناکیه چون انگار که اونقدر از خود دوری اونقدر واقعا قضاوت شدید نسبت به خود داری که از خودت تقریبا متنفری از صدای خود از, از اینکه تو آینه به چهره خود نگاه کنی مثلا یا اینکه هم نگاه میکنی داری به موهات نگاه میکنی به چین و چروک جوش نمیدونم چاق شدم لاغر شدم باز در قضاوته ولی وقتی که آگاه میشی از سیستم عصبیت و از بدنت و شروع میکنی وصل شدن به خودت هی hey, برگردی پیش خودت هی hey, برگردی پیش خودت از یه جا به بعد این حقیقت رو میبینی نسبت به خودت که اوکی من کامل نیستم عالی نیستم همه چیزم خیلی خوب نیست ولی همینی که هستم و دوست دارم همینی که هستم به اندازه کافی خوب هست همینی که هستم به اندازه کافی لایق عشق هست و خودم به خودم این عشق رو میدم اون موقع هستش ناخداگاه ریتم بدن تنظیم میشه یعنی نفست این تارای صوتی این صدایی که از هنجرت در میاد با اون صحبتی که داری میکنی و با اون انرژی که داری میدی بیرون هماهنگ میشه هم میاد توی خط قرار میگیره اون موقع استش که وقتی با یکی صحبت میکنی یه هایی به دلت میشینه مدل حرف زدنش و اینکه کاملا متوجه میشه اگه یه مدتی با پارتنرت باشی یا کنار خانوادت باشی یا کس دیگه وقتی که عصبانیه وقتی که تو از تنظیم خارج شده میتونی تشخیص بدی فقط از مدل صحبت کردنش فقط از مدل چهره صورتش میتونی این تشخیص رو بدی که الان از تنظیم خارجه الان حالش خوب نیست یا you know? <applause> یا یه قضاوتی داری یا اتفاقی داره میفته سو so اینا همش برمیگرده بدن و سیستم عصبی و اینکه ما یه کل هستیم ما جدا از هم نیست ویژگی هامون تون صدامون چهرهمون مدل نگاه کردنمون آ, سایز بدنمون همه اینا <تصفح> <تصفح> خیلی جالبه صدف چون من اینو گفتی من صبح که مسواک میزنم حالا هر موقع که مسواک میزنم سویچ کرد و <تصفح> یا دارم میشه الان دارم توجه میکنم که نگاهم و از خودم میدوزدم یعنی سعی میکنم که تو, چش... تو چشم خودم نگاه یکی از تمرین هایی که من به مراجعه اینم میدم اینه که تو آینه باست تو چشم خود نگاه کن خیلی سخته من عذاب میشم من به خواهر فوش میدم یا اینکه بعض وقتا به بعض مراجعام این تمرین رو میدم که حتی لخت بدون لباس وایستا و تایمر بذار سه دقیقه دو دقیقه به خودت نگاه کن و ببین چه اتفاقی میافته چه قضاوت های میاد چه شرمایی میاد چه عذاب میاد و قشنگ گوش بده به اون صدا نگاه کن و بعد از یه مدتی میتونید از این عبور بکنی، حالا با کمک های دیگه به این راحتی نیستش ولی خب این نشونه چیه؟ اینکه یعنی ما با خودمون بعد این وقتی چهره خودمون رو نمیتونیم نگاه کنیم؟ یعنی از،, از خودت دوری دوری دسکنکت هستی یکی از تاثیرهای تراما هستش، تراما ببین آب هم قطعه بفهم. یکی از تاثیرهای تراما اینه که ما رو از خودمون دور میکنه ما رو از حقیقت وجودمون دور میکنه ببین از اینجا بازو شروع بکنم چیزی میخواستی بگی به نظرم میاد نه نه گوش okay. so, به نظرم میاد که میگم به نظرم تراما ما رو از از خودمون دور میکنه وقتی که ما بچه نوزاد هستیم به دنیا میایم تو اون حالت وصل ترین حالت خودمون به خودمون هستیم به خاطر اینکه نگاه کن که بچه نوزاد و کسی بهش یاد نمیده که اگه که گشنته بگو وین اگه که مثلا از جاتو خیز کردی بگو وین وین یا هر چیز دیگه این ناخداگاه سیگنال میده و بعد کسایی که بچه نوزاد دارن این بعد از یه مدت کوتاهی که اون بچه توی زندگیشون اومده متوجه میشن کدوم صداش مال گشنگیشه کدوم <تصفح> صداش مال اینه که جاشو خیز کرده تو so ما ناخداگاه این ارتباط رو با خودمون داریم این آگاهی رو این آگاهی رو داریم که چی نیاز داریم توی اون لحظه که من الان چه اتفاقی داره تو بدنم میفته و چطور میتونم اینو منتقل بکنم به آدمای اطرافم هم. ولی همین که ما بزرگ میشیم و زندگی رو تجربه میکنیم و این تراما ها رو تجربه میکنیم از خودمون دور میشیم به خاطر اینکه یه چیز خیلی خیلی مهم دیگه هم هست که حالا معلم من میگه اینه که ما همیشه بین حقیقت وجودی خودمون و وابستگی داریم انتخاب میکنیم between authenticity and attachment همیشه داریم یکی رو انتخاب میکنیم که آیا من میخوام خود واقعی خودم باشم یا اینکه میخوام اون وابستگی که دارم و اون وابستگی نه اون ارتباطی که دارم و حفظش بکنم سو مثلا بچه وقتی که گریه میکنه و پدر مادرش بهش توجه نمیکنن هیچ وقت نمیگه که مثلا مامان بابام سرشون شروعه یا مامانم یه رسته دستش بنده داره آشپزی میکنه حالا میاد سریع نتیجه رو میگیره که او منو دوست نداره یا مثلا منو نمیخواد یا مثلا من یه کار بدی کردم پس اگه من کار بدی کردم اگه من بدم پس دیگه ارزش دوست داشتن شدن ندارم پس خودم رو دیگه دوست ندارم بنابراین از خودم هی دور میشم هی از خودم دور میشم و این جامعه ای که ما توش هستیم این چارچوب جامعه زندگی مدرن اینو بیشتر ما رو ماشینی میکنه بیشتر ما رو از خودمون دور میکنه به اینکه ما تقریبا مثل یه ربات حرف بزنیم هی میگم حرف بزنیم کار کنیم هی بریم یه سری روتین رو هی تکرار بکنیم بدون اینکه آگاه باشیم این چه تأثیری توی وجود من داره اصلا من میخوام این کار بکنم یا نمیخوام این کار بکنم داستان زندگی من من بگم یه زیده خونم، نوشته بودش که درصد موقعی که بپرسن درصد خفگی از مثلا یه چیزی بپره تو گلوت در سر خفگی توی بچه ها بیشتری تو بزرگ ها آدم فهم کنه توی بچه ها بیشتره ولی میگفتش که به خاطر اینکه بچه ها خیلی سریع نسبت به یه مشکلی که دارن ریاکشن نشون میدن و موقعی که خیلی بچه ترن این فیلترای آدم های بزرگتر ندارن که او مثلا الان من وسط رستورانم حالا بگم یکی مثلا چه میدونم دارم خفه میشم خودم میرم تو دستشوی حلش میکنم مثلا یه اتفاقی که میفته ما سری خودمون میذاریم که اون بچه ها موقعی که به دنیا میان اینا رو ندارن یعنی هنوز یاد مم. نگرفتن که بخوان دروغ بگن یا پنهان بکنن یا هر دیگه به این درصد خفگی توی بزرگسالا به مراتب بیشتره به اینکه فکر کنن خودشون میتونن یه مشکلی حل بکنن هیچکس رو اینوالو نمیکنن و مثلا طرف میره و واقعا تو دستشوی خفه میشه از چیزی که پریده تو گلوش یه سوال ما بپرسم گفتید بچه ها بیشتر این ارتباط رو با خودشون دارن این خود رو ما چی تعریف میکنیم یعنی <تص> چی؟ خود ما کیه یا چیه ببین حالا مثال بزرگتر رو زدید حالا هر کدوم از ما به تناسب جایگاهی که توی اجتماع داریم صبح که خواب پا میشیم میخوایم وارد اون جایگاه بشیم یه نقاب باید به صورتمون بزنیم و وارد اون جایگاه بشیم مثلا سر کار میریم درس میخونیم هر جایی که هست اینجا ما احتمالا از اون خود آثنتیکمون خود واقعیمون دور میشیم به خاطر اینکه جامعه اصلا اینجوری طراحی شده چون اگه هر کسی بخواد توی هر محیطی خود واقعیش باشه در واقع کیاس و بینظمی ایجاد میشه و جامعه اینجوری کار نمیتونه بکنه خب این باوریه که درست کردن برای ما درست دیگه آره با سیستمی که الان دنیا داره کار میکنه حالا سوال من اینه که شما گفتید تو که گفتید بچه سخته دیگه چرا آخر آخر تو منو. کن. بچه ها من که تو آخرش میگم شما حالا دیگه که آره. <applause> بچه ها بیشتر ارتباط رو با خودشون دارن این خود اینجا این معنی رو میده که نیازهاشون رو میتونن در واقع به بیرون مخابره کنن در لحظه به مطمئن نیستم که سوال تو کامل متوجه میشم یا نه فکر کنم یه سوال فلسفی داری از من میپرسی یعنی بوردر لاین <laughs> آره دیگه آخه اصلا فکر کنم همیشه سا... به خود که سوال بشه یعنی yeah. به خود که شروع کنیم حرف زدن این خود به خود فلسفی میشه okay. یعنی so میتونم یه توضیح فرویدیانی واسه بگم سو so فروید این باور رو داره که ما وجودمون از چند تا بخش تقسیم شده ایگو اید سوپر ایگو سو so وقتی که بچه به دنیا میاد فقط اید ایدش فعاله یعنی فقط اون حالت غریزش فعاله که بخوره بخوابه اون نیازهای اولیش همون لحظه برآورده بشه همین الان میخواد که این نیازه برآورده بشه و اگه بهش ندن ناراحت ناآرومی میکنه قبل از اینکه حالا اینو بگم من شخصا تو... بینش خودم با این نظریه فروید هم نیستش ولی فقط دارم میگم که it's out there. اونجا این اطلاعات هست سو so وقت هر چقدر که ما بزرگتر میشیم ایگو میاد که میخواد اون ایدو بلنس بکنه میگه که همیشه مربوط به تو نیست و اینقدر خودخواه نباش مثلا یه خورده به فکرهای دیگه باش یعنی یه خورده لاجیک میاره منطق و میاره واسه ما خب اگه از لحاظ خود میگی اون خود کامبینشن ایگو اید میتونه باشه که درست درست شده بعد که یک خورده بزرگتر میشیم سوپر ایگو میاد که بین این دوتا میخواد تعادل ایجاد بکنه بین اید و ایگو میخواد تعادل ایجاد بکنه و در واقع صدای دیگرانه در واقع اون باورا اون اون چیزایی که دیگران به ما تلقین کردن یا ما خودمون یادشون گرفتیم که میاد ما رو تنظیم میکنه انگار بین این دوتا میخواد ایجاد نظم ایجاد بکنه که نه, نه فقط خیلی خودخواه باش که نیازاتو همون لحظه غریزی بخوای نه اینکه خودپرست باش و یعنی همش لاجیکال باشه سو so این میخواد بلنس برقرار کنه سو um, so نمیدونم این جواب تو میده از لحاظ خود که خود چیه این, این تئوری فرویدیان هستش ولی جوری که من اگه بخوام بهش جوابتو بدم از اون باورهای خودتون آره از اون چیزایی که یاد گرفتم تا به امروز باور نسسری نظر شخصی خودم نیستش ولی از اون چیزایی که فکر میکنم با منطق من همه هم شاید نظر شخصی من <laughs> so, um, اونم اینه که ما یه حقیقت وجودی درونی داریم که اینجا اومدیم که به اون, اون حقیقتمون رو دنبال بکنیم برای هر کسی یه چیزه هر کسی با یه سری ویژگی به دنیا میاد هر کسی با یه, یه سری خصوصیت نیازها آرزوها یا هر چیز دیگه ای هستش که اینجا میاد ولی محیطی که ما توش قرار میگیریم اونو تحت تاثیر میذاره محیطی که توش قرار میگیریم اون باورای ما رو تحت تاثیر میذاره اون آرزوهای ما رو تحت تاثیر میذاره سو بنابراین همین که بزرگ میشیم اینا تحت تاثیر قرار گرفتن و آردی ما خیلی از اون, از اون چیزی که بودیم دور میشیم نمیدونم این من جوابتو میده خب همین حقیقت وجودی ما از کجا میاد یعنی اون لحظه که من به دنیا میام من یه حقیقت وجودی دارم بر اساس جنایی که به بردم یا اینکه حقیقت وجودی همیشه وابسته است به محیطی که توش بزرگ میشیم حقیقت وجودی از محیطی که توش بزرگ میشی و جنهاد کامبینشن جفتش تاثیر میگیره ولی در طول زمان ولی اون لحظه‌ای که به وجود اومدی اومدی توی این دنیا تو تو خالصانه ترین حالت هستی شاید اصلا هنوز تصویری نداری ولی یه بینشی داری ببین آخه میدونی چیه این دیدگاه مکانیکی به آدم نباید داشته ما از, هم از وجودمون از همدیگه جدا نیست یعنی روحمون جسممون و اون اینتویشنمون اون همین حقیقتمون از هم جدا نیستن ما یه, جا, یه چیز کله ما یه موجود کلی هستیم که آه, که توانایی های داریم هر کدوم از ما یه توانایی داریم که, که اون, تش... که اون توانایی ها رو داریم که به اون حقیقتمون ما رو برسونه اه خب همین دیگه اون حقیقته مگه میشه ما اون حقیقت رو مجزا بدونیم از محیط و فرهنگ و حالا خانواده ای که توش بزرگ شدیم مثلا مثال میزنم شما یک فرض کنید دو قلو باشن یکیشون رو بذارید ایران بزرگ شه یکیشون رو ببرید بذارید برزیل دو همسان دیگه فرض کنیم خیلی شبیه به هم هستن احتمال اینکه اینا حتی اون خودشون رو مدل های مختلفی پیدا کنن یعنی تعریفی که از خود دارن متفاوت باشه به نظر میاد زیاده پس این خوده خیلی وابسته است به محیطی که توش ما بزرگ میشیم اصلا مثال دم دستی ترش ماهایی که حالا توی جمهوری اسلامی به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم همیشه یه تفکر اینکه زندگی باید همیشه همراه درد و رنج و غم باشه با ما هست چه بخوایم چه نخوایم پس ذهنمون این هستش که اگه من امروز خوشم این نمیمونه این فردا داره عوض میشه خب این چیزیه که نهادینه شده توی وجود ما ولی به احتمال خوبی آه. از شاید نهادینه شده تو تو توی وجود تو واقعا من اینطوری نیست برام خب شاید یه سریامون اینجوری باشیم حالا من خودم میگم اه... این چیزیه که در واقع از اینو به خاطر میگم که فرهنگ غم و قصه شیعه دیگه شما همیشه باید عزاداری کنی چون اینکه آره ولی کنی. ولی چند درصد از خانواده هایی که اطراف خودمون بودن همیشه فقط عزاداری کردن و هیچ وقت شادی نکردن ما خودمون چقدر این کارو کردیم می چی میگم یعنی چقدر از دوستامون اونو فالو میکردن آره شاید یه فورسی بوده و همیشه چیزی که به ما میگفتن این بوده ولی احساس میکنم از یه جایی به بعد هر کدوم شروع کردیم راهمون رو پیدا کردن حالا مخفی بوده اگر که شادی کردیم اگر که خوشحالی کردیم نشون ندادیم مثلا چه میدونم شهادت یکی دیگه بوده ما مثلا پارتی گرفتیم برای خودمون بدون اینکه اهمیتی داشته باشه برامون ولی حالا ادامه بده من فقط در مورد خودم گفتم یعنی نمیخواستم حرف دولت کنم آره نمیگم ماها اینا رو به قول خارجه پرکتیس کردیم انجام دادیم من میگم توی ناخوداگاه ما این هست و من اینو وقتی فهمیدم که با این وریا تعامل داشتم سر مثلا موضوعات حساس دیدم که خب ماهای در واقع تمایل داریم به این که فکر کنیم همه چیز قرار بد پیش بره این وریا نداره و این دقیقاً برمیگرده به آموزشی که دیدن و محیطی که توش بزرگ شدن اینا رو میخواستم بگم که در واقع اون دو قلوی یکسانی که دو تا کشور مختلف هم بزرگ شدن تعریفی که از خود ارائه میدن یعنی اون ذهنیتی زهنیت که از خودشون دارن به نظر من فرق میکنه یعنی سال مشخصی من ندارم ولی میگم که این خود رو ما چی باید تعریف کنیم که توی این سن بریم دنبالش بگردیم که آیا من از خودم دارم فاصله میگیرم یا نه اوکه. فکرم متوجه سوال شدم و اون مثال دو قلو که میزنی در واقعا این تحقیق رو انجام دادن که دو یه دو قلو یک یکسان رو یکش رو گشتن توی یکیش با از یه خانواده ادابت شده به سرپرستی به سرپرستی قبول گرفته شده یکیش توی از یه خانواده دیگه توی کشور دیگه و این دوتا اصلا دوتا آدم متفاوتی شدن و صرفا به دلیل اینکه یه دو نفر دوقلو هستن یا اصلا خواهر برادر هستن یا من خواهر بر... خواهرم و صرفا به دلیل که توی یه خانواده حتی بزرگ شدیم به این معنی نیست که ما یه حقیقت داریم یا یه مسیری داریم یا یه باوری از زندگی داریم هر کدوممون هر شخصی برای خودش برای انسانیت خودش قابل احترامه و جدا از همه در حالی که ما همه به هم وصل هستیم ولی هر کدوممون حقیقت خودمون رو داریم من نمیدونم حقیقت رو چطوری تعریف بکنم ببین یه چیزیه که من, من نمیتونم به تو بگم چجوری برو حقیقت رو تو پیدا کن چون اگه اینو بگم دروغ دارم میگم یعنی نسخه واسهش نیست اگر هم کسی به تو میگه که بیا مثلا این کرس منو بردار تا حقیقت خودتو پیدا کنی متاسفانه این یه مارکتینگ هستش میخواد اونو بفروشه به تو Uh, همچی چیزی وجود نداره تو هر چقدر که به خودت گوش کنی خودتو کمتر قضا خودتو قضاوت هایی که نسبت به خودت داری رو پیدا بکنی نیازهای خودت رو پیدا بکنی ارزشهای خودت رو توی زندگی پیدا بکنی و اینا رو هی قربال بکنی هی از فیلتر رد بکنی مثلا آه, یه مثالی که حالا خیلی شخصیه ولی فکر میکنم کمک میکنه اینجا آه, اون اون روز با هم دیگه کوتاه راجبش صحبت کردیم که که من انتخاب شخصی میره که من رژیم غذایی ویگنه یعنی چیزایی که از حیوان بیاد یعنی از یه موجود زنده دیگه بیاد شیر تخم مرغ گوشت اینا استفاده نمیکنم فقط گیاه میخورم یعنی همه چیز فقط گیاهی استفاده میکنم این انتخاب شخصی منه و من فکر میکنم که این حقیقت منه یعنی منو به حقیقتم نزدیکتر میکنه <applause> خب ولی حتی همینو هم اون روز یاد باشه شما دوتا ایمان و کارن از من پرسیدین که ویگن بودنم یه جور اکسال عمل به تراماست <applause> و من گفتم آره شاید چون من مدتی زیادیه که دارم راجع به این موضوع درباره خودم تحقیق میکنم یعنی کنجکاوانه نه با قضاوت کنجکاوانه دارم اینو راجع به خودم بررسی میکنم که چون من هر از چندگاهی از خودم این سوال رو میپرسم و چیزی که کمک میکنه که حقیقت رو تو پیدا بکنی انعکاس شخصیه یعنی هی hey, رو خودت انعکاس بکنی هی hey, من از خودم میپرسم صدف چرا میخوای ویگن باشی چرا هنوز دوست داری این تصمیم غذایی رو ادامه بدی و میخوام ببینم هنوز همون جوابا رو میگیرم یا نه همون هنوز همون ارزشها برام هست یا نه هنوز همون چیزایی که یه سال پیش شیش ماه پیش فکر میکردم که حقیقته و فکر میکردم که درسته آیا هنوز برام درسته و برام معنی میده یا نه و این از خودم سوال بودم اتفاقا همین دیشب بودش که باز دوباره توی سلف رفلکشن که نشسته بودم با خودم واقعا فکر کردم که این شاید یه جور کنترل کردن باشه یه جور انگار که میخوام کنترل بکنم که آسیب به من نرسه چون برای مدت خیلی طولانی اگه یه نفر از من میپرسید که چرا ویگن هستی حالا من خیلی سوال چیز شخصی دارم میگم یکی از من پرسید که چرا ویگن هستی با با این شروع میکردم که او من مامانم مریض شد و من رفتم تحقیق کردم بلا 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 سو <applause> so بعد از خودم پرسیدم که نکنه این ترس باشه که من نمیخوام مثلا مثل مامانم اون مریضی رو تجربه بکنم در حالی که این این یه باوریه که من شک دادم یه ترسی شاید یه چیز دفاعیه هنوز به این نتیجه نرسیدم که میخوام ادامه بدم یعنی فعلا دارم ادامه میدم چون هنوز با اون حقیقت وجودم هنوز با اون معنیایی که برام داره هنوز منطقیه ولی دارم بررسیش میکنم میدونی قربالش میکنم خودم خودم رو زیر سوال میبرم و اینکه خودت این شجاعت رو داشته باشی که خودت رو زیر سوال ببری ام به نظر من خیلی هدیه بزرگیه که به خودت میتونی بدی چون که مثلا قضاوت هایی که میاد بالا اینم خانم ویگنشون مثلا اگه که من ویگن و اما گیواپ بکنم اگه که مثلا من دیگه بگم از این به بعد من نمیخوام ویگن باشم قضاوت ها میاد بالا او بیا دیگه همه ویگن ها همینطوری آخر سه هم مثلا چیز میکنن ولی دازه matter مهم نیست که دیگران چی میگن شاید همه به یه مقطعی دیگه نمیخوانی به یه مقطعی که میرسن دیگه نمی، نمیخوان ادامه بدن یا یعنی اینکه او خیلی سخت بود دیگه اینا مهم نیست مهم اینه که برای من چی معنی میده برای من چی به بدنم احترام میذاره و به اون نیازهام احترام میذاره نمیدونم این جواب و داد یا نداد اون مفصل قربلگری که گفتید روی حالا باور و خواستامون احتمالا خیلی از ما این کار رو میکنیم خیلی وقتا میشینیم فکر میکنیم به این موضوعات که حالا این خواسته و باوری که من دارم از کجا داره میاد آیا واقعا منطبق هست الایند منطبق هستش با در واقع خود وجودی من یا نه ولی مشکلی که پیش میاد اینه که اون لحظه من نمیتونم درست متوجه بشم که این مثلا باور یا خواسته داره از درون من میاد یا همچنان متاثر از محیط مثال میزنم حالا دوباره ماهایی که ایران بزرگ شدیم سر موضوع حالا رشته ای که توی دانشگاه میخونیم این به نظر من دقیقا اون جاییه که اکثر ما ایرانی ها به خاطر دیدگاهی که جامعه به ما تلقین کرده بود از بچگی به ما مثلا به خورد ما داده بودن که تو باید بری این رشته رو بخونی و توی این خوب خواهی بود و فلان به خاطر اینکه یه لیبل خوب روی تو قرار می گرفت مثلا دکتری مهندسی آره. و من بچه هم ممکنه باور می کردم که آقا من اصلا زاده شدم تو این دنیا که برم این مسیر رو طی کنم حالا ممکنه خیلی از ماها تو سنهای بالاتر شروع کنیم به این موضوع فکر کردن و به این نتیجه هم حتی برسیم که این باور ما بوده این ما برای این زاده شده بودیم این از درون ما داشته می اومده که این مسیر رو دنبال کنیم ولی همچنان من میگم ممکن این خیلی آلوده است خیلی نویز داره این به خود رجوع کردن و اون پروسه قربالگری خیلی نویز داره و این نویز نویزه همچنان از محیط میاد یعنی ما نمیتونیم ببینیم واقعا ببینیم این خواسته درونی منه یا یه عالمه فاکتور دیگه از محیط داره وارد میشه مثلا کاری که من خودم میکنم برمیگردم حالا به دوران دبستان هر خاطره ای که دارم ببینم اون موقع چه جوری بودم چون به نظر من اونجا همچنان ما خیلی کمتر از الان آلوده شدیم به نظر بقیه نظر جامعه یعنی خیلی ارگانیک تره اون خصایصی که ما حالا توی بچگی از خودمون نشون دادیم هرچند ب... انسان اونقدی باهوش هست که از 5 سالگی به بعد شروع میکنه همه رو منیپولیت کردن و بالاخره یه جوری رفتار میکنه که اون چیزی که میخواد رو بگیره ولی باز کاری که من انجام میدم اینه که برگردم به اون موقع نگاه کنم ولی باز اینم ابزار قدرتمندی نیست به خاطر اینکه چقدر مثلا کاری که من الان انجام میدادم و توی دبستان انجام میدادم که برم ببینم اون موقع دوست داشتم یا نه این همه هر سالم انجام که خیلی به نظر من کار سختیه من تلاش کردم که این کار رو انجام بدم به حد اعلا انجام دادنش سخته به خاطر اینکه همیشه ما توی قضاوت هامون نویز داریم و خیلی تحت تاثیر جامعه بوده of course. ببین این چیزی که داری میگی کاملا درسته و اصلا من نگفتم راحته قراره که سخت باشه قراره که سخت باشه و قراره با خود رو راست رو راست باشی و منم از اون دو اپیزود قبلی که اینجا بودم امروز تغییر کردم هر لحظه ما داریم تغییر میکنیم ببین به خاطر اینکه ما توی این جام توی این دنیا که هستیم یه عالم اطلاعات هر صدم ثانیه داره به سیستم عصبی ما میاد یعنی الان من اینجا نشستم این و تو این توی ناخداگاهمون تشکیل مثلا من اینجا نشستم اینم اون دیوار نارنجی این دیوار تُرْمه‌ایه این دو تا کنار هم قشنگن ناخداگاه شاید فردا نه دو ماه دیگه برم مغازه یه لباس نارنجی انتخاب کنم چون که به نظرم این زیبا بود سو so, بینش هم عوض شد و این اطلاعات همش داره جمع میشه تو وجود این حرفی که داری میزنی کاملا درسته ولی اینکن مهم اینه که توی این لحظه که قرار داری حقیقت خودتو ببینی یعنی توی این لحظه این به نظر من درسته توی لحظه نکتهش اینه که توی لحظه باشی پرزنت باشی هر این حتی این تمرین رو که میکنی بگو او اوکی من این حقیقت رو دارم میبینم این حقیقت منه اینجا و بعد ممکنه تغییر کنه هم. فردا ممکنه فردا دیگه این نباشه ممکنه فردا به یه نتیجه دیگه برسم میدونی من, من کانسنتیس پس چرا حقیقته یعنی چی من یه مثال می... شما بگید من یه مثال نه مثال همین میخواستم بگم که میخواستم چیزی که بگم اینه که لاجیکال با این قضیه نباید رفتار کنی. شجاعانه با این قضیه باید رفتار کنی اگه توییتر رو الان میگفتن نباید اگه مناظره میخوایم بکنین لطفا مایک ازتون این بود پری اپیزود من یه نکته بگم اگر بیشتر دیدگاه خودم نسبت به این بحثی که تا الان شده و تجربیات خودم حس میکنم برداشت من نسبت به حرفی که کارون میزنه یا سوالی که دنبال جوابشه اینه که ام تو ذهن کارون چون میگم این تجربه خود من بوده اینجوری بوده که ما روزی که به دنیا میایم یه منیفستی برای ما نوشته شده یه چیزی هست که مثلا یه مثال مسخره مثلا من باید راننده تریلی بشم سی سالگی ازدواج کنم تا ده سال آیندهشم چهار تا بچه داشته باشم جمعه هم برم ماهی گیری تو ذهن منه؟ نه من, برداشت منه که تو اینجوری فکر کنی چون خود منم شاید اینجوری, اینجوری فکر میکرم. که مثلا این یه چیزیه و همیشه تو ذهن همینه که این این هست و این نوشته آره و همیشه یه چیزی بوده نه سرنوشت یه چیز یه لفظ و که مثلا تو تصمیمات تو شرایط مختلف تو اونوره بودم که آیا من دارم س... به سمت اون میرم اون اون چیه مثلا برای همین خیلی حس عجیبی هم هست ولی حالا همینطوری که صدف گفت حس میکنم خیلی داینامیکه یعنی همین الان اگه ما فردا به قول کارون پاشیم همه بریم مهاجرت کنیم برزیل باز اون خودمون یه هفته دیگه فرق میکنه به خاطر اینکه محیطمون فرق کرده و فکر کنم اگه از زبون خودم بخوام بگم و خیلی ساده بگم اون چیزی که خوشحالمون میکنه تقریبا میتونه بگیم اون خود ما دیگه خب من یه یه اشاره کنم به یه تحقیقی که ملت انجام دادن برای اینکه من کل حرفم اینه که ما خیلی نویز وارد مغزمون میشه و ما خیلی تحت تاثیر مانیپولیشنی هستیم که از بیرون داره رو ما انجام میشه هر چه زور بزنیم که به خود واقعیمون دسترسی پیدا کنیم اونجا هم ممکنه همچنان منیپولت شده باشیم یه تحقیق انجام دادن یه فرض کنید مغازه مبد فروشیه خب آدم‌ها قرار بر بخرن دو تا وبسایت رو میارن بالا پروداکت توش یعنی مبلایی که توی این دو تا وبسایت ها یکیه بکراند یه وبسایت مثلا یه سری ابر گوگلی نرم خوشگله بکراند یه وبسایت دیگه سکه است خب شاید بتونید حد بزنید مشتریها این دو تا وبسایت چه انتخابایی کردن اونی که بکراندش ابر گوگلی خوشگل بود مشتریها بیشتر رفتن به سمت خریدن مبلای راحت اونی که سکه بود مشتری‌ها رفتن به سمت خریدن مبلای ارزون تر <applause> و هر کدوم از این آدم‌ها تو اون لحظه خوشحال بود و به درونش نگاه کرد و درونش اینو بهش گفت ولی اینا کاملا تحت تاثیر عوامل بیرونی نویز بیرونی بودن و با... این یه مثال ما یه عالمه دیگه از این مسائل داره بهمون وارد میشه در طول روز حرف من اینه که من کیم اونجا خود من کیه من به همین راحتی منیپولیت میشم خب ولی سوال اینه که ما تو این سیستم که هستیم نمیتونیم ایزوله بشیم این هم باید جزوه از همشن باشه که ما توی این دنیایی که هستیم نمیتونیم مثلا در این اتاق ببندیم و میدونی خب همین من چه جوری پس دست شاید یه لیمیتیشن این سیستم ما اینه دیگه که نویز همیشه هست و خواهد بود خب دیگه وقتی اینقدر نویز هست یعنی خود من وجود خارجی شاید نداشته باشه تو این دنیا خود من داریم سعیس میکنیم خ... یعنی نه نه, نه. این که علم دیگه. دیگه این علم بود اصلا رو ساینس نیست خود من تحت تاثیر محیط و اون محیطی که من توشم اگه شما دوتا هم توش باشید ماها خیلی شبیه هم میشیم ولی این معنیش این نیست خیلی بحث کنم منحرف شد صدفم خسته شد خیافش <تصفح> نه من خسته نشدم ببین این من جای دیبیت نداره که ما از بیرون از انوارمنتمون تحصیل قرار میگیم و حتی توی ته تح... ببین گبر یه مثال میزنه که توی آزمایشگاه وقتی که یه سلول رو میذارنش توی یه محلولی بهش میگن کالچر اگه که این محلوله آلوده بشه اون سلول دیگه نمیتونن روش آزمایش انجام بدن و اینکه دیگه به درد نمیخوره بعد یه دونه دیگه تاکسیک شده بعد یه دونه دیگه درست بذارن سو so, ما اصلا ژنای ما فقط دو درصد تاثیر داره توی حقیقت. توی جوری که ما زندگی رو تجربه میکنیم یا بیماریامون بیشترش تحت تاثیر محیط اطرافمونه این غیرقابل قابل اینو اصلا من نگو، نان نگوش با اصلا راجبه به اینکه محیط اطراف به ما تاثیر داره جای بحثی نیستش این یه چیزی که حقیقت داره خب ولی کن من چی کار میکنم با این اونه که مهمه تو باید نگاه کنی ببینی توی هر لحظه اولین قدمش اینه که تو توی لحظه حضور داشته باشی پرزنت باشی به, به اتفاقاتی که درون بدنت میافته به افکاری که از ذهنت عبور میکنه و به احساسایی رو که داری تجربه میکنی و بعد نگاه کنی که در این لحظه بهترین تصمیمی که میگیرم برای خودم چیه لزوما ممکنه خوشحال ترین تصمیمم نباشه لزوما ممکنه چون اصلا ما احساس خوب و یعنی ما آدما هستیم که با دوباره این سری اطلاعاتی که از محیط اومده که چیزها رو به خوبها و بدها دسته بندی میکنیم مثلا غم بده خوشحالی خوبه همچین چیزی نیست غمم هم یه احساس خوشحالی هم یه احساسه و ما در نتیجه اونا یه سری تجربه های مختلفی داریم سو به جای اینکه بخوایم قضاوت بکنیم خودمون رو اونو از بین ببریم اون چیزی که باعث اذیتمون شده آه. یا اینکه نادیده بگیریم نیازهای خودمون رو باید حضور پیدا بکنیم توی اون ببینم که الان چی برای من وجود داره تو بدنم توی فکرم و چه احساسی رو دارم تجربه میکنم و اینطوریه که هی hey, با خودت میشی مثلا بعضی از آدما تمرین مرتاز بودن میکنن بعضی از آدما میرن و پاسنا میشینن ده روز تا روزه سکوت میگیرن بعضی از آدما میرن توی یه اتاق تاریک میشینن که واقعا ببینن اون حقیقت وجودشون چیه برای ده روز مم. با هیچ کس هم ارتباطی ندارن بعضی ها میرن توی مدیسین سرمونی از داروی مثلا گیاهی استفاده میکنن که با آیواسکا با مثل آیواسکا باید بزنیم مثل ایبوگا این چیز ریکریشنال نیستش برای مهمونی و برای خوشگذرانی این کار نمیکنن این با هدف این کار رو انجام میدن که اوکی ببینم خود واقعا این کی هم. ببینم که چی هست اینا این این بلاکجا اینا که که منو نگه داشته چی بودن سو so این روش ها هست که میتونی بری نگاه کنی بشینی با خودت واقعا ببینی چی هست یا تمرین مدیتیشن یه تمرین خیلی خوبیه که خیلی هم ساده هست هر روز میتونی اینو بکنی این تمرین رو بکنی ام. دقیقه دقیقه بیس دقیقه هر چقدر که میتونی بشینی و واقعا ببینی توی وجود چه اتفاقی داره میافته که هی خودت رو به خودت نزدیکتر بکنی هی خودت به خودت اعتماد بکنی ببین این چیز مکانیکی یا لاجیکال یا آنالیز نیستش ما نمیخوایم اینجا با هم دیگه یه چیزی رو انالایز بکنیم یا به لاجیک و منطق تبدیلش بکنیم آویسی همه چیز محدودیت داره علم محدودیت داره <applause> <applause> نمیدم همه چیز محدودیت دارم همه چیز محدودیت داره ما وقتی که اینا رو قبول بکنیم این یعنی داریم حقیقت رو میبینیم فقط حماقت <تص> انسانه که <تص> محدودیت نداره این اپیزودمون که توان 42 دقیقه است صحبت میکنیم من فکر نکنم اصلا به صدف برسه ازش شروع نشده ولی یه حالا نه اول که باید تصمیم بگیریم که میخوایم کار بکنیم نسبت به این قضیه شو واسه یک ساعت و 42 دقیقه بشه یه شاید اذیت کننده بشه ولی چیزی که من دیدم حالا ابزرویشن من نسبت به صدف تو این مدت این بود که و خودمون این کارو نمیکنیم این سوال پرسیدن است یعنی مثلا حتی فرزادی زر خسته بود صرف از یک سری پرسید که مثلا چیه مشکلی هست مثلا خسته ای آره خیلی ماها توی زن... من من این بحث رو دیروز با سفر داشتم بهش گفتم که ببین من بعضی موقع ها وقتی میبینم که یه نفر توی ذهنم میاد که درگیره اصلا بهش زنگ نمیزنم میگم خب فلانی سر شلوغ دیگه الان مزاحمش نشم تو ذهن خودم من دارم به طرف لطف میکنم ولی شاید طرف اینطوری برداشت نکنه می میگم یعنی این سوال پرسیدن ما همیشه هر هفته داریم در مورد این صحبت می کنیم که ما چرا از هم دیگه سوال نمیپرسیم نمیپرسیم آره. چطوره چرا با هم دیگه حرف نمیزنیم تو گروه دوستی خودمون ولی از بیرون یه مثال بود صدف که درست این کار انجام داد و برای من تو بودم که مثلا من همیشه فکر کردم خیلی آکوارد اگه بخوام یکی بپرسم خب حالا چطوری مثلا چی شده می میگم شاید من چرا سوال رو میپرسید جالبه آه. بدون. چون من مثلا اصلا, اصلا شکوندم گفتی سور شده مم. گرفته بعد بعد نسبت به نسبت به اطرافیانت curious باشی همون که اول گفتم ما هممون نیازمونه که دیده بشیم شنیده بشیم درک بشیم just be curious و این همین نویزایی که راجبش حرف میزنی خیلی راحته که ما قضاوت درست بکنیم توی این نرو سیستم که میخواستم م... میخواستم, میخواستم <applause> خواهید. 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 در موردش صحبت بکنم یه یه چیزی هست به نام نوروسپشن یعنی ما از, از موقعیت جایی که سیستم عصبیمون هست پرسپشن میگیریم نسبت به محیط اطرافمون یه تصوراتی آره یه تصوراتی رو شکل میدیم که مثلا میگی فکر میکنم که به دوستم دارم محبت میکنم یا مثلا دارم کار خوبی میکنم یا کار بدی میکنم قضاوت داریم نسبت به بر اساس جایی که سیستم عصبیمون هست نسبت به محیط اطرافمون قضاوت داریم تو so هر چقدر که پرزنت تر باشی توی لحظه باشی خودت خودتو میتونی مچ خودتو بگیری بگی اوکی به جای اینکه قضاوت بکنی که او دستش درد میکنه یا دستش سره ازش بپرس دستت سره؟ <laughs> احساس میکنم بعضی موقع آدم توی حالا برای من اینطوری من احساس میکنم یک گفتگو میتونه دردناک باشه برای همین اوایدش میکنم میتونم <applause> مثلا میتونم مثلا اگه یکی از من که مثلا اگه چند وقت پیش از من چرا حالت بده من اگه میخواستم جواب بدم خودم باید اون در واقع مسیر رو یه بار طی میکردم دوباره و شاید فرار میکردم از این قضیه و نمیخواستم بکنم خیلی آره برای همین اینام احتمالا از تراما میاد دیگه یعنی این که نتونی صحبت بکنی و نخواهی اتفاقا داشتیم این این حالا جدال که نه ولی این قضیه رو داشتیم و حالا قبلا خود ایمان چیز بود یعنی به صراحت میگفتش که نه نمیخوام صحبت کنم. آره ما خودم تو امین امین آره. خود همین همین پادکست صحبت کردیم آره. من که دیگه وارد سشن پولی اینجا اینجا نا 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 شخصی شده 평... نه ببین یه سال یه چیزی گفتی که این شاید از تراما ها مونه حتما که از همه چیز از تراما ما میاد یعنی و تراما چیز بد این وقتی میگم تراما یعنی نه که ایراد این سیستمیه که این روشیه که به من کمک کرده توی زندگیم حرکت بکنم بنابراین فکر می‌کنم که این خوبه چون آشناس. ما چیز آشنا رو با چیز خوب یا چیز آشنا رو با, با درست. راه درست و آشنا رو با امنیت اشتباه میکنیم و سیستم عصبی ما همش دنبال امنیت و همونطور که گفتم خطر داره میگرده یه چیزی چون آشنا هست ما اشتباها فکر میکنیم که امنه <applause> در حالی که این امن نیستش این فقط آشناست و ما نمیتونیم اینو از هم دیگه جدا بکنیم هر چقدر که رو خودت بیشتر کار بکنی به سیستم عصبیت مسلطتر باشی آگاهتر باشی زودتر میتونی تشخیص بدی که مثلا همین چیزی که دیشب مدام میگم فکر میکردم راجبش همین انتخاب غذاییم واقعا ترسناک بود که فکر کنم که من از ترسم دارم این کار میکنم تو so, ببین که این سیستم عصبی من چقدر تحت این تاثیر این ترس است خب این وحشتناکی که من بخوام باهاش روبرو بشم و اگه بخوام بشینم اونجا خودم با پیش ترس خودم it takes a lot of energy خیلی انرژی میبره خیلی دردناکه و اینو خب نداری چون که چون اون هیچ وقت اون محیط امن نداشتی ولی وقتی که یه نفر کنجکاوه نسبت به تو حتی اگه کاریم نتونه بکنه میگی که اوه حداقل یکی هست اینجا من تنها نیستم همون چیزی که اول گفتیم یا شاید این بتونه کمکم بکنه قضاوتی نسبت به من نداره پرسپشنی نسبت به من نداره کنجکاوه نسبت به من واقعا جنیونلی از تایم قبل میخواد ببینه من حالم چطوره این ترسه که گفته خیلی جالبه من اصلاً میکنم من خودم جدید فهمیدم تو خودم که خیلی از تصمیمات 100 دلار بدیم بریم که خیلی از تصمیمات دلیل زیریش ترسه اما اینو نمیفهمیم اصلا یه وقتای خیلی برعکس میذاریمش به حساب قدرت فکر ولی دقیقا ایکس yeah. و اون لحظه که آدم اینو میفهمه خیلی لحظه yeah. جالبیه ببین احساسایی که خیلی الان اینجا موضوع بعدی این بود که چه احساسایی ممکن احساس میکنی ترس غم خشم تنهایی خشم گریف سوگ اینا خیلی قویان نه تنها... یعنی توی بدنت احساسش میکنی توی فکرت و ب... هزار تا عامل بازدارنده تو وجودت هست که نمیخواد بذاره تو اونو احساس بکنی چون میخواد تو از تو مراقبت بکنه ولی پوینت اینجاست که بری و بشینی پیشش و اونه که اون شجاعتی که داشته باشی و نمیگم شجاع نیستی اگه این کارو رو نمی کنی خیلی طبیعیه که این کارو رو نمی کنی یه بار که بری یکی بشینه پیش دستتو نگه داره باهات بیاد اونجا بیاد اونجا ترسناک انگار که اتاق تاریک بود با هم دیگه رفتیم چراغ روشن کردیم که اه قدم ترسناک نبود یا یا تونستم ازش عبور کنم با اینکه خیلی ترسناک بود خیلی قشنگ این نکته دومی بود که فرزاد اشاره کرد صحبت‌ها رو روی یه چی های چی آه. های نوت های نوت تمام کنیم میتونیم روی این تمام کنیم <تصفح> خیلی قشنگ بود <تصفح> من که زوره ما د... فرو رفت. نه من من بز... واقعیت چه میخوای بگم احساس میکنم بچه ها اینقدر دوست دارن شما اینجا باشین نمیخوام بذارم اینا رو نه اینو که بگم نمیرسیم تو امروز مست... بگیم مثلا بچه یه سوالی براش آره اینا ما از بگم امروز نمیرسیم ها من به نظرم آره میتونیم همین بحثا رو ادامه بدیم اینو هفته بعد فکر کنم بقیه هم خوشحال میشن هر چی بیشتر بعضی تا واقعا هم خوشحال میشه یعنی یعنی تنها نه فشار کویتش اینه که خود صدف احتمالاً ما داریم اوقاتی که ما از صدف یاد میگیریم مثلا صرف از ما یاد نمیگیره برای اون که صرف ترس فرسایشیه شما باشیم دات ببخشید این کاملا غلطه از همه چیز و همه کس چیزی ما یاد میگیریم چون همه ما مثل آینه هستیم همه ما مثل آینه هستیم من بیشترین چیزایی که راجع به انسانیت یاد گرفتم موقعی بود که توی مهد کودک کار میکردم. از های کوچیک بیشترین چیز رو یاد میگرفتم. برای اینکه اونا اینتویتیو هستن این عوامل بازدارندشون هنوز کامل روشن نشده در truth telling همیشه دارن حقیقت خودشون رو میگن و اگه میترسن ابراز میکنن دلیل نمیبینن که قایم بکنن ترسشون و سدنسشون و خشمشون و من از بچه ها خیلی زیاد یاد گرفتم و از بزرگا از همه آدما از همه آدما از همه فرهنگا مثل آینه هستیم ما از تمام کلاینت ها از تمام مراجعین هم من چیزی یاد میگیرم اونا میان که <applause> من, من بهشون بر فرض مثال کمک کنم کورن کوت ولی در واقع اونا هم دارن به یه شکلی به من کمک میکنن چون که من درد اونو که میبینم توی وجودش درد خودم رو میبینم میگم آه منم همینطور ما با صدف داریم روی یه کالتی کار میکنیم <applause> لینکشو این <تصفح> پایین می ایمان میزنه شروعش اینه که ما اول یه دوره سه ماهه میریم مهده گودک نه نیاز نداره, با نیاز نداره. با میتونیم بیاین با انسان آشنا میتونیم بیاین آرا رو, رو بکنید اگر که بخواین <تصفح> بگو من هفته نو خواستم قطع کنم آره لینکشو ایمان این پایین میذاره دیگه کالتیه که نه شروع شد بهتون میگیم شما میگین من الان دارم فرس هند در واقع میبینم من خواهرم یک ساله که بچه دار شده و مثلا توی صحبت کردی یا حالا صحبت کردن که نمیشه توی اون اینترکشنی که من با آر دارم این معمولا خیلی آنسته یعنی اگه حال نکنه باد صحبت کنه هم میره ولی من من شده توی شرایط دو ساعت نشستم تو چش یارو زل زدم باه صحبت کردم ولی هیچ لذتی ازش نبردم دیگه آره برو بابا بلا من شیرام بخورم اون موقع میشه همون حقیقتت ببین اون موقع از توی بزرگسالی هم میتونی تمرین <تص> بکنی مثلا من اگه توی یه جمعی قرار میگیرم که میبینم خسته شدم بچه‌ها میدونن اینو راجع به من مثلا میگم که اوکی من رفتم اوکی okay, خدا من دی... نمیتونم بمونم تو محیط کارم میتونیم کار, کار بکنیم تو محیط مدیرم اتفاق... او که صحبت کنیم یا پاشیم بریم ا... اتفاقا همین امروز من کویت, نه... کویت کردم نه کویت نکردم کویت نکردم ولی سر کارم واقعا بیکار بودم <تصفح> واقعا بیکار بودم و به منجم به پراجیکت منجم مسج دادم من واقعا بیکار گفتم ببین من بیکارم میخوای من امروز آف بگیرم بعد اوکی <تصفح> من کار نکردم چه؟ so, وقتی که حقیقت خودت رو بدونی و سپیک آپ بکنی راجبش حرف بزنی چون که از جای درستی داره میاد ببین اگه از از, از جای ات اوکی سو میتونم ادامه بدم اینو آره شو چی دوست سو ببین یا از جای ترس میاد یا از جای عشق میاد من واقعا نمیخوام که از شرکتی که کار میکنم سو استفاده بکنم یا نمیخوام از موقعیتی که دارم سو استفاده بکنم یا کلا بذارم سر کسی you know? واقعا میبینم که الان مفید نیستم بهتره که وقتم و جای دیگه مفید باشه خب پس اینو میگم بهش سو از سر ترس نیستش سو وقتی که از سر ترسی انتخابی رو میکنی احتمالا دفاع داری میکنی از خودت تو حالت دفاعی هستی تو حالت سروایوال مود هستی که حالا توضیحش اینجا بود احتمالا دفعه بعدی بیشتر راجع صحبت میکنیم برای زنده موندن یه کاری رو داری میکنی پس از سر عشق در کار نیست, عشقی نیست. اصلا این نمیتونه پیش رفت بکنه بر همینم بیشتر تاثیر ناخوشایندی احتمالا خواهد داشت ولی وقتی که اثر عشقی که چیزی رو انتخاب بکنی عشق هم به اون معنی عشق کلیشه که عاشقت هم میمیرم برات نه عشق که ما همه به هم وصلیم هممون مهم. عضوی از یه کل هستیم و که بنی آدم از یک دیگر آره. اینا توی اون کالته هست تیلی نوشیم <laughs> عشق از اونجا میاد که برای خودم عشق دارم برای ایمانش دارم فرزاد فرهاد کارون عشق دارم براتون نه اینکه عاشقتونم او oh مای گاد نه عشق دارم براتون برای این پلنت این بغلم عشق دارم واقعا برای یو نمیدونم این میک سنس میکنه یا نمیخوام صحبت عرفانی باشه یا صحبت فلسفی باشه من, من اصلا همچین منظوری ندارم چه که اونا هم شاید می گنجه. ولی هر کسی از دیدگاه خودش از زبونی که بلده احتمالاً یه حرف مشترک رو میزنه وقتی که به این موضوعات میرسه ماد، اه, صرف که گفتش که دارم در مورد حالا پرسونال خودم صحبت میکنم احساس میکنم وقتی یکی این کارو میکنه بقیه این جرات رو پیدا میکنه که در صحبت بکنن من حالا میگفتی که مثلا اگه توی مهمونی باشم یا حال نمیکنم بالا میرم من این بحث رو چند وقت پیش با مامانم داشتم یه مهمونی دعوت بودیم یعنی مهمون دعوت کرده بودم اما اونم چه بود که آره حتما بیا و فلان و اینا گفتم که من واقعا تو شرایطش نیستم و مامانم گفت آره بیای منو خوشحال می‌کنی. گفتم مادر من نمی‌خوام برای خوشحال کردن شما خودم رو ناراحت کنم مهم. و مامانم قبول کرده یعنی من تا, تا اون موقع ما همچین اینتراکشنی با هم دیگه نداشتیم تو سی سال مهم. و بعد از اینکه مثلا همیشه می‌ترسیدم از اینکه مثلا بهش بگم ناراحت میشه حالا بعد باید بعد برم کلی <تصح> ابراز پشیمونی بکنم و اینا همیشه آدم به خاطر اینکه به اون دعوای نرسه سعی میکنه که حالا از چیز خوش بیاد پایین تر از در واقع استانداردی که برای خودش بیاد پایین تر ولی موقع, موقع کاراکترهای دیسپسیوی مثل من و تو اینجوری هن که دور میشن شاید ممکنه بقیه ممکنه ولی با مانا که سوال کردن فهمید گفتش که خب باشه اگه نی نه دیگه <تصفح> پیشنهاد میکنم صحبت کردن و هر موقعی که آدم کورجش داره واقعا پیشنهاد میکنم هر چقدر که خودتو وارنبا بکنی آسیب آ... آ, آ, آ کلمه فارسی کلمه فارسیش اصلا دوست ندارم آسیب پذیر نیست چون آسیب قرار نیست بهت برسه یعنی خودتو شفاف شفاف آره یا هامبل هم تو فارسی چیز خوب میشه آره نه اون میشه حاشه. خوش فروتن. فروتن افتاده آره هر چقدر خودتو فروتن تر بکنی اطرافیانت هم دیگه لزومی نمیبینن که اون گاردای دفاعیشون رو پیش تو که هستن داشته باشن میگم احساس صمیمیت بیشتری با تو میکنن و اون گاردای دفاعی که ما داریم هر کس یه جوره مال یکی مثل اینکه تو شما گفتی الان اوایدنس مثلا دوری کردنه مال یکی منطق اووردنه مال یکی رشنالایز کردنه یه چیزی رو هی میخواد ازش منطق بیاره دلیل بیاره یا اینکه یکی دیگه مثلا افراد کردن محبت زیادی کردن یا یکی دیگه پیپل پلیزینگ من می‌خواستم بگم دونه دونه ما اصلا تو یه جایش همه رو من تیک می‌زدم الان ما یه جایش خود من بودم همه ماها شما الان جد کردیم. کردین به خاطر اینکه همه همینه همه همینه فکر نکن آدم خاصی هستی همه همینه همه ما همینا همین سیستم همین گاردای دفاعی رو داریم و اون بازار دوباره برمیگرده به اون محیط و موقعیتی که بزرگ شدیم توش و اینی که مثلا پیپل پلیزینگ میکنم مردم رو میخوام راضی نگه دارم همیشه مثلا مامانم خوشحال نگه دارم همیشه این برمیگرده به اینکه چون که اگه بچه بودم مامانمو خوشحال نمی... نگه داشتم ام. یه اتفاق بدی برام میافتاد <applause> ترک میکرد منو دیگه منو دوست نداشت دعوا میکرد تنبیه هم میکرد اون شکلاتی که دوست داشتم بهم نمیداد یک کانسیکونس یه عواقب بدی داشت برای من برای من تصمیم گرفتم که اوه این کار من راه را میندازه تو <applause> پس بذار همین رو همیشه انجام بدم و این تبدیل میشه به ناخودآگاه توی وجودت پیپل پلیزر بودن خب یه, یه کارکتری که من خودم تو خودم خیلی زیاد میبینم <applause> ولی از, از یه جایی بعد مثلا یه طوری شده که خودم باش حال میکنم یعنی این نیست که منو الزاما اذیتم بکنه ولی the same time میبینم که نه واقعا مثلا من با این آدم یا با این استایل آدم و اصلا نه دارم نه میخوام تاییدشون کنم ولی باز به قولی دل به دلشو میدم یا مثلا حرفشون میشنوم اینا و در صورتی که وقتی اون جلسه تمام میشه یا مثلا برمیگردم اینا میگم نه خوب من میتونستم اینا 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 بهش بگم این مخالفت باش بکنم الزامن اون فیوریت پر اون شخص مورد علاقه اون فرد نباید باشم ولی مثلا یه چیزیه که خب الان که دارم انجامش میدم یا دارم بهش فکر میکنم میبینم که خیلی هم اذیتم نمیکنه در این حال وقتی این کار میکنم ولی بازم درست نیست. تمام این مکانیزمهایی که ما شکل دادیم نه تنها یه مقطعی به ما کمک کرده بلکه اگه نگاه بکنی میبینی که هنوز همچنان داره شاید بهت کمک میکنه <applause> و و لزوما مجبور نیستی عوضش بکنی تا جایی که باز دوباره برمیگرده به اون سلف رفلکشن به اون انعکاس به اون قربالگری که میکنی تا جایی که به خودت آسیب نمیرسونی نیازهای خودتو زیر پا نمیذاری خودتو نایده نمیگیری و بدن تو بیشتر از همه آسیب بهش نمیرسونی تو که okay. میتونی میتونی اونجا میشه بخشی از وجوده این برمیگرد به سوال اول یکی از اپیزودهای قبلی که ایمان پرسید که اگه توی جمع قرار بگیرم بخشی از خصوصیت همه یا تراما ریسپانس هم هست سو so, این برمیگرده به اون تجربه که داری در نتیجه این رفتار <applause> آیا خوبه یا بده و باز دوباره باید حواست جمع باش آشنا بودن و اشتباه نکنی با آسیب نمی بینم تو ممکنه که چون آشنا هستی کامفته بری باهاش راحتی میگی اوکی زیادم بد نیست ولی باید کنجکاو باشی کنجکاو و حقیقت یه باشید یه دوست مشترکی داریم ما اسمش سپهره فکر کنم صدف نشنس سپهر تو خود هم اومده دو تا اپیزود خیلی خوب باش داشتیم سلام نسبت به بقیه بچه ها من فکر میکنم از نظر خودم کمترین حالا مراوده یا کمترین تایم رو با سپر گذاروندم متاسفانه ولی تو همون تایم هایی که بوده یه شخصیتی که داره خیلی نزدیک به اون چیزی که واقعا فکر حرفی که میزنه خیلی نزدیک به اون چیزی که باور داره و تو چند تا موقعیت بوده که من مثلا خیلی تعجب کردم که مثلا تو اون موقعیت اون حرف رو زده و از نظر من رادیکال بوده ولی بعد که اومدم از دور بهش فکر کردم و دمش کم واقعا اون نظرش رو گفت بدون اینکه حالا مهم باشه براش اطرافیان مثلا بخواد پلیز کنه یا مثلا یه چیزی که اونا دوست داشته باشن اسم سپر اومد، اگر که ایشون بخوان جوابی بدن، برحال ماد خب نگاه کنید بازار همون آتنتیسیتی و اتچمنت رو انتخاب میکنید چون خطرناکه، ممکنه این حرف رو بزنه، چند تا از دوستاش رو از دست بده چون قضاوتش میکنن یا مثلا از بینش خودشون اون حرفی که اون زده رو دریافت میکنن سو خطرناکه این داره ریسک میکنه که حقیقت رو میگه ریسکش هم اینه که ممکنه دوستیامو از دست بدم مهم. ممکنه که مثلا اون تصویری که یکی تو ذهنش از من داشته بشکنه و دیگه مثلا نخواد با من دوست میشه سو آتنتیسیتی رو داره انتخاب میکنه نسبت به یه یه چیزی میتونم بگم اینو من توی دوران دانشگاه زیاد دیدم. بعضی آثنتیسیتی رو با اصحول بودن اشتباه میگیرن او آه, آه خب همون موضوعی که اون موقع گفتم دیگه منظورم اینه که گفتم که نمیخوای سو استفاده بکنی نیتت مهمه که چیه you know? آره آره نه منظورم اینه که فقط به صرف اینکه که ما میخوایم آثنت... میخوایم آثنتیک باشیم نمیتونیم بقیه رو بهشون صدمه بزنیم مثلا به واسطه اینکه میخوام آثنتیک باشم نمیتونم مثلا دیگه بگم مثلا شما یه نفر دیگه میگفت که بیا مهمونی من روز گروه بود نمیخوام بیام نه no. این مثل ببینید تو داری جزو تو چیز توی تعریف آتنتیسیتی اینه که نسبت به محیط اطراف هم هوشیاری آگاهی نمی... آسیب نمی... تو تعریفش اصلا آسیب رسوندن مثل خودخواهی مثل سلف کر و سلفش هست سلفش mm. توی سلف کر نیست توی کتگوری سلف کر نیستش تو اصلا توی معنیش نیست تو من وقتی که آتنتیک هستم شاید یه چیز رو میگم این کانورسیشن اتفاقا توی رابطه شخصی های من اومده بود بالا. با یه چیزی رو میگم ولی ممکنه در نتیجه اون حرفی که میزنم محیط اطراف تغییر نکنه و توقعی هم ندارم که ت... مثلا مثلا میخوام بریم رستوران من آتنتیسیتی اینه که بریم رستوران ویگن ولی <laughs> هیچ دیگه اون نیستش که بلنشه بره ویگه من میگم که تو من مثلا نمیگم که نه نرین باید همه بیان ویگن بشن همه باید غذای ویگن بخورن نه تو که ویگادر بریم اونجا منم یه چیزی پیدا کنم کیس سناریو من هیچی نمیخورم سالاد میخورم حالا سالاد که هست یو you know? ولی صحبتمو گفتم اون نیازمو گفتم اون نظرمو گفتم بدون اینکه و ریسپکتفولی همون این ای خیلی مهمه میگم من دقیقا کل پوینت هم اینه که اگر که ماها تصمیم میگیریم که آثنتیک باشیم اصلی خودمون باشیم یا حرفمون رو بزنیم باید آگاه باشیم نسبت به اطرافیان توی تعریفش و... هست <تصفيق> 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 توی تعریف آتنتیسیتی آگاهی و احترام نسبت به محیط اطرافت و اطرافیانت هست خودخواهی توش اصلا یک صدام در صدام توش خودخواهی نیست این چیزی که ایمان گفت کنم یه وقتی آدم ها روک بودن و اشتباه میگیرن و اون روک بودنه خیلی میتونه آسیب زننده باشه یعنی رک بودن بعد رو میذارن به حساب اینکه مثلا ما آتنتیک بودیم در صورتی که صرفا دارن هرت میکنن اره. yeah. چون اره. وقتی که با موضوع آتنتیسیتی روبرو میشی واسه اولین بار خیلی کار میبره که واقعا از همون مانه های خودت هم رد شده باشی که به اون برسی از اون نویزایی که کارون حرف میزنم رد شده باشی که بتونی اصلا حقیقت وجود خودتو درک کرده باشی که بتونی اونو خالصانه بیانش بکنی ولی اینم که ایمان میگه خیلی زود دیتکت میشه که مثلا اون شخص روبرو داره سو استفاده آره میکنه و آره حالا تو انگلیسی شاید کلمه ای که خوبشه چیزش کرد میگن طرف کاکیه داره یعنی از اون روک بودنش از خود راضیه آره سو استفاده میکنه که اون اونجوری با تو تو لغتی ترجمه کنی ترجمه دیگه ترجمه چیز لغ... لغ... کلمه به کلمه لفظی آره <متصر> میخواین اپیزود یک ساعت و پنج شیش دقیقه شده که ما صحبت کردیم و بهت فوش میدن ها شنوانده که هر موقع اپیزود میبندی فوش میخوری میدونم ولی به همون یه کسی باشه اتاق آره من میدونم که بیشتر از یه ساعت اگه برید نگاه کنید ارسیکسشو میبینید که ملت بعد یه ساعت معمولا برد میشن ولی چیزی هم که ازش بکنم یکی از کامنت هایی که خوندم بچه کسایی که کامنت نوشته بودن نوشته بودن بیشتر سوال بپرسین و حالت کانورسیشنال بیسش بکنی فکر کنم که امروز این آره خیلی زیبا بود دو تا نکته که گفتی بر من خیلی جالب بود یه دونه اون داستان این که یه سری مسائل ممکن تو ذهن ما خیلی ترسناک باشه مثل یه اتاق تاریکی اگه یکی دستتو تو ببره اون تو چراغ روشن کنه میبینی اونقدر ترسناک نیست اینو تو خودمون بگیم صحبت کردن راجع مشکلات شخصیه این برای برا 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 ما توی سالهای نه دور برای حالا که هیچ وقت مشکل نداری <applause> اینم بدا اینم چون اینم, اینم نه. نه چون بحثش بین ما پیش اومد منظورم اینه خیلی سخت بود الان فکر کنم یه مقدار راحت تره تسهیل یه شده 4000 کیلومتر من و ایمان رانندگی کردیم اونجا یه ذره تونستیم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم و اینا این خیلی حرف قشنگی بود به دل من نشست و دومیش میشم اون مسئله اتچمنت و اتنتیسیتیه <applause> <applause> که خیلی از ماها از جمله من به خاطر اون اتچمنت داشتن اتچمنت از دست ندادن ها خیلی وقت ممکنه دور شدم از اون چیزی که خودم بودم صرفا واسه اینکه بقیه مثلا خوشحال باشه این دوتا رو من میخوام خالکوبی کنم روی ساحل چپ و راست یه چیزی هم که میخواستم به این اضافه بکنم اینه که همه همه اطرافیان ما شاید ظرفیت همون که من آتنتیک باشم رو نداشته باشم so you don't have to be authentic with everyone ولی <laughs> اونایی که پوشتون میکنن آتنتیک بشید و دوست داشته باشید چون آدم درست یه هر کسی که تو رو میخواد از کامفرت زونت بذار بیرون که یه تستی بکنی خودتو it's a good thing <laughs> پس در شاید آتنتیک بودن تو رو یه جوری به سمت تنها شدن هم ببنه. تنها شدن این که تعدادی کمتری افرادی دور و باید بخوام باشن یه yeah, تنها شدن نسبت به اون چیزی که قبلا بودی دیگه میدونی مثلا اون آدمای قبلی رو این اینو یه بار به همین چند روز به یکی از کانتام گفتم وقتی که به خودت نزدیکتر میشی شد میکنی you shed some people and circumstances around you with it so اونا هم از تو دور آره و بنابراین یه سری آدم های جدید میاد وقتی وقت هر چقدر که خودتو منطبق تر میکنی با حقیقت وجودت you will receive different این چیزای جدید تری رو دریافت میکنی که با تو همسو ترن <تصوح> چون اون چیزی که رومی میگه مولانا میگه دیگه what you seek seeks you is, is seeking you هر چیز در جستن آنی آنی <تصوح> <تصوح> آنی روی های نوت اپیزودمون رو میبندیم <applause> <applause> و اولانا بستیم دیگه ببین اصلا از این های نوت ها دیگه واقعا نداره دم همه بچه که اپیزود ها رو میبینن کامنت میذارن گرم این فکر کنم این کامنت ها و سوال که پرسیده میشه و این محبتی که توی کامنت سیکشن یوتیوب هست صدف رو هم در واقع شفقتی که توی آره شفقتی که وجود داره صدف رو هم در واقع من به شوق آورده موتیویت میکنه که بیاد اینجا توی جمع باشه الان جمعه شبه یعنی همه میتونستن پارتی بکنن ولی همه ویلینگلی همه دوست داشتن مم. که اینجا باشه این پارتی کنیم هستیم و حرفا رو بشنون و یاد بگیرن بازم خیلی 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 ممنون ما فکر نمیکنم به این زودیا اپیزودهایی که با شما داریم تمام بشه امیدواریم که هر چیز زودتر ببینیم اتون بازم برای <applause> این که این, این, این مواردی که اینجا بود مرسی مرسی ممنون از شما مرسی خدافز خدافظ دیگه خدافزی کنید دیگه زن زندگی آزادی